بنام خداوند یکتا و مهربان و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما هموطنان عزیز، با عرض ازی که صد سلامت باشین و شب قشنگ را آغاز کرده باشین. عزیزان، برنامه تریبون است و ما هم در خدمت شما هستم. دوستان، در این برنامه خواستیم که موضوع برنامه را اختصاص بدیم برای ازی که هموطنان را ببینیم چی آرزوها در دل دارن. بیاین با هم یک جا میریم و میبینیم که وطندارای ما آرزوهای دلشان چیست. در این برنامه ما را همچنان همراهی بکنین. برادر، میشه بر ما بگوید بزرگترین آرزویتان در زندگی چیه؟ بزرگترین آرزوی ما پیشرفتی، ترقی، صلح، آرامی مردم است. باید یک تلفن خوبی داشته باشم. با صلح، آرامی و برادری با هم زندگی کنیم، با یک مسلمان واقعی باشیم. دیگر میخوایم دکتر محقق باشم. یک از آرزوهای ما صلح، آرامی، امنیت. کمی هم تو زندگی معمولی داشته باشیم. بزرگترین آرزوی ما پیشرفتی، ترقی، صلح، آرامی مردم است. زیادتر ما شاعر هم هستیم، گفتیم که زندگی با هر مزایا خوشگل است، زیستنی به علم در تاریکی مشکل است. باید که مملکت ما رو به پیشرفت ترقی باشد. اما اگر مردم ها که انتیاری میکنن نمیخواهند، به نفع شخص خود کار میکنند. بزرگترین آرزوی ما در زندگی فعلی که در این دنیا است همیست که با صلح و آرامی و برادری با هم زندگی کنیم، با یک مسلمان واقعی باشیم. نه زلال ما به کسی برسه، نه زلال کس به ما برسه. یک زندگی آرام و آسوده داشته باشیم، اگر کم باشه زیاد باشه خوش باشیم نمون و کسی از پیش ما آزرده نباشه. یکی از آرزوهای بسیار کوچکی می است که باید یک تلفن خوبی داشته باشم. و دیگه یک آرزوی بزرگی می است که ما مادرم و پدرم به خیر بتونم حج ببرم. یکی از آرزوهای بزرگم است و انشالله امیدوار هستم خداوندم به این امیدم برام میرسونه. انشاءالله خداوند آرزویت پوره کنه. تشکر، سلامت باشین. خب معمولا جوانه ها در زندگی آرزوهای فراوان دارند و آرزویشان هم این است که به اوج خلاقیت برسند، به روشنی برسند، تحصیل داشته باشند. اما متاسفانه یا بدبختانه در افغانستان این آرزوها دفن میشه، به خاک یکسان میشه. یعنی ما جوانه های امروز به آرزوهایمون نمیرسیم، یا در اوج آرزو هستیم که از یک جای ضربه میخوریم یا از کشور خارج میشیم، به کشورهای همسایه سفر میکنیم. که معمولا جوانها در افغانستان یا در این منطقه که ما زندگی میکنیم کم به آرزوهایشان میرسند. آرزوشان هم این است که باید تحصیل کنند، تحصیلات عالی داشته باشند، دکترا داشته باشند و در آینده یک مرد مثمر به جامعه تقدیم شوند. به عنوان یک افغان آرزوی ما صلح و امنیت افغانستان است. واقعا همه شهروندان افغانستان، ما اولین آرزوی ما در افغانستان یک صلح و امنیت افغانستان حاکم شود و یک صلح پایدار دائمی. دومین آرزوی ما است وقتی صلح و امنیت بود، ما میتونم به تمام آرزوهای خود در افغانستان برسم. ما میتونم یک زندگی، یک سطح زندگی بالای خود در افغانستان زندگی کنم. ما آرزوی بلندترین آرزوی ما واقعتش صلح در افغانستان است. چیزی نیست. شکر. آرزوی ما دوزاری به او برسی. آرزوی من این است که وطن ما صلح باشه، آرامی باشه. دیگه این بچه رو میبینن که جوان ها کلش خارج میرن، میگرز از شهر، کار نیست، بار نیست. آرزوی من این است که شهر ما آرام باشه، صلح باشه، کار باشه، کل کار غریبی خدا بکنه، از شهر خود یه جای نره. شهر ما بهترین شهر است. مردم دیگه، خودم هم چند دفعه رفتم نشد، این بازم آمدیم کار میکنم اینجا. این دیگه فاز دیگه وطن مادر است. بله، اینجا کل قوم خیش از اینجا خوب است، مزار باشیم. یک از آرزوهای ما صلح، آرامی، امنیت. قد صلح، آرامی، امنیت که در وطن باش همه چیز است. که نباشه هیچ، اگر زور زورگویی بود هیچ چیزی نیست، نه زندگی است نه آرامی است. فقط صلح و آرزوی ما میست که امنیت، آرامی. زنده باشید. تشکر. شکر، قربانت. بزرگترین آرزوی ما در زندگی نمیسته که برادر فقط صلح و امنیت. آرزوی ما نمیسته که آرامی باشد این کشور، همه مردم ما آرام باشه. دیگه این یگانه آرزوی خود ماست، دیگه کدام آرزوی دیگه نداریم، فقط آرامی باشد. جوانان زیاد آرزو می داشته باشن. اکثرا جوانان میخوان که بسیار موتر لوکس، تلفن لوکس، خانه لوکس، پولدار باشه. خود چی؟ اونا مادر نه از زندگی، فقط آرام باشی همه چیز برات میرسه. فقط آرام باشی همه چیز این آرزوات پوره میشه، ولی که آرام نباشی هیچ پوره نمیشه. اینا میشه شما بر موقع این آرزوی شما چیست؟ آرزوی ما همیست که در کشور ما امنیت باشه، صلح باشه. دیگه اینمی چیزا که باشه مهمترین چیزا اینمیست. دقنی خو آرزوی قلبی هر افغان است. میخواییم که یکی از آرزوهای شخصی داره برام. آرزوی شخصی ما دیگه
همیش آرزوی شخصی است، آرام باشه وطن، دلمی کل چیز است. آرزوی شما چی؟ فقط سال آرامی، بازسازی افغانستان، یک نوسازی نوجوانای افغانستان. خب به نام خدا، سوال شما در ظاهر امر یک سوال آسان است، ولی در ماهیتش یک سوال بسیار عمیق فلسفی و انسانی است که این دیگه بررسی همه جانبه موضوع کار داره. خب قبل از اینکه ما سر از این بپیچیم که آرزو چی است و چگونه باید این کنترل شود، ما میریم درباره از این گپ میزنیم که یکی از دانشمندان یا بسیاری از دانشمندان معتقد بریستن که تمام پدیده های جهان اول ماهیتشان خلق میشه باز خودشان. به طور مثال اگر شما خواسته باشین الماری بسازین، اول شکل الماری را در ذهنتان با وجود میارین و بعد به اساس عمو شکلی که در ذهنتان نقش بسته، شما الماری را یا خانه را یا باغچه را یا هر چیز را. ولی یگانه موجودی که در کائنات اول خودش خلق میشه و باز ماهیتش انسان است. چرا؟ به خاطر از اینکه انسان برای اینکه میاد توسط شعور و عقل خدادادی که برای خداوند عطا کرده این خود ساخته میره. لذا آرزوها هم چیزی نیست جز تحول اندیشوی و فکری انسان برای ساختن یک زندگی ایدال و بهتر. اما این هم دو بخش داره. آرزو میتونه مثبت باشه، آرزو میتونه منفی باشه. البته به صورت عموم آرزوها همیشه در نزد افراد اشخاص ظاهرا مثبت هستند، ولی بعضی اوقات با کارگیری آرزوها اگر از راه های غیر معقول باشه جنبه های منفی را به خود میگیره. خب این حالی برای یک انسان لازم است که برای زندگی و برای برنامه های زندگی طبیعتا آرزوی داشته باشه و این آرزوها به صورت اخلاقی، عادلانه، به صورت درست و انسانی باید کنترل شود، هدایت شود، راهنمایی شود و قدم به قدم فرد به طرف پیروزی ها و رسیدن به آرزوهایی برسد. اگر ما به نام ازی که آرزو داریم ولی چای مود چای هر رقمی که دل ما خواست زندگی کردیم، بعد از این انحرافاتی رخ میده و انسان نمیتونه نه تنها به آرزوهایش برسه، بلکه امکان داره به بسیار مشکلاتی عدیده و مشکل سازی در جامعه تبدیل شود. از او خاطر ما معتقد به ایسیم که فقط انسانهای به آرزوهای خود میرسن که آرزوها را در یک چوکات منظم و قانونمند اجتماعی، انسانی و اخلاقی اینا تنظیم میکنن، ترتیب میکنن و مطابق با او قدم به قدم پیش میرن و سرانجام بدون تردید اگر 100% هم به آرزوهای خود نرسند، حداقل در مسیر آرزوهای خود گام های مثبتی را میتونن نیا بردارن. و الا اگر به شکل پراگنده مرا موتر خوشم میاد باید موتر داشته باشم، خب موتر داشتن کار داره، تلاش کار داره، دستمزد کار داره، فراورده های پولی کار داره و سرانجام وقتی که توانایی رسید میتونه موتر بخره. ولی موتر خریدن از طریق نامشروع میشه. مثلا مثال چون ما کاری نمیکنم و باید موترم داشته باشم، پس باید من برم یک جای دزدی کنم، مالی مردم یا راگیری کنم یا بانک بزنم یا جای دیگه تا که موتر بخرم. این رسیدن به آرزو است، ولی از طریق ویران کردن بنیادهای دیگه، از طریق ویران ساختن کسی دیگه یا فردی دیگه یا جامعه دیگه. از او خاطر است که آرزوها را اگر ما کنترلی مثبت نکنیم، خدای ناکرده با مشکلات عدیده برای انسان با وجود میاد که این مشکلات نمیتونه که باز حل کنه. برادر میشه بر ما بگوین بزرگترین آرزویتان در زندگی چیه؟ بزرگترین آرزوی ما پیشرفتی، ترقی، صلح، آرامی مردم است.
باید یک تلفن خوب داشته باشم. با صلح و آرامی و برادری با هم زندگی کنیم، با یک مسلمان واقعی باشیم. دیگه میخوایم دکتر موفق باشم. یک از آرزوهای ما صلح، آرامی، امنیت. کمی همه تو زندگی معمولی داشته باشیم. بزرگترین آرزوی ما امروز که امنیت آرام باشه. آرامی بزرگترین آرزوی ما امروز پدر کندم. چرا بخیر به آرزویتان برسیم. خب یه آرزوی قلبی هر افغان است که امنیت، آرامی و آسایش باشه. میخوایم یکی از آرزوهایی که خودتان دارین، یعنی شخصا آرزوی شخصی تان برام بگو. آرزوی شخصی من همی که با دیگه آرزوی شخصی چی باره دیگه بود ارتباط براتون بگیم، صرف آرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس که در زندگی خود آرزوی مشخص از خود داره، بدون آرزو زندگی کردن نگذره، اما تو سردرگم است، نمیشه آینده مشخص داشته. هدف همی است یک مثلا بعضی ها دوست دارن که یک سیاست مدار، یک چیزی مثلا در حکومت باشه. ما فقط دور رو نمیخوایم، فقط هدف ما بیاست در زندگی یک کمی همه تو زندگی معمولی داشته باشیم و یکی از آرزوی خاص ما بیاست که پیسه دار باشیم. نه پیسه هم که زیاد مهمی نیست، ولی همین یک زندگی آرام و واسطه داشته باشیم، امنیت باشه. زنده باشین، تشکر. آرزوی شما؟ ما کدام آرزوی مشخص ندارم دیگه. هیچ آرزو نه. بزرگترین هر کی در زندگی خود یک آرزوی مشخص می داشته باشه، هر اگر آرزوی آدم یک انسان اگر مشخص باشه با اوش خلای خود رسیده نمیتونه. باید در زندگی هر کی زندگی میکنه باید یک هدف مشخص و خاص داشته باشه، با تو بتونه به موضوع هدف خود برسه. مثلا یک نفر یک کس از خودت چی است؟ از خودم میخوام در یک دکتر شوم. بخیر بخیر، به آرزویت برسه ان شاء الله تعالی. امید الله توفیق. آرزوی ما تحصیل است که میخوایم تحصیل داشته باشم، میخوایم دکترا داشته باشم و به جامعه و به مردم و به اولاد مردم که درد کشیدن خدمت بکنم. آرزوی ما دیگه با صلح سراسری در افغانستان، یک اتحاد و اتفاق هم بستگی بین تماما اقوام افغانستان آرزوی ماست. بدون شک که این آرزوی هر افغان است. میخوایم یکی از آرزویی که خودتان به دل میپرورانین بگوین، آرزوی شخصی خودتان چیه؟ خب تو آرزو خب گپ شما که همه افغان های آرزو را دارن، ولی ما آرزوی شخصی خودمایی است که این محیط ما پاک باشه، هم باشه، تا مردم افغانستان بتانند که به صلح و آرامی کار و بار خود پیش برده بتانند و به کارهای خود رسیدگی بکنند در عرصه هایی که میتانند، مثلا از قبل صحت از نارسایی است، محیط زیست است یک ذره ناپاک است، دیگر موضوع های امنیتی است. همینطور که در مجموع قانیدیمی آرزوی بهتر ما است که در قدم نخست همی باید برامته شود. بس همین نماز میخوانیم دیگه میریم میاییم، بس دیگه چیز نیست. در زندگی تا یک آرزو داری که به او برستی چی است؟ بس از این مزدوری میکنیم دیگه، کارا میکنیم دیگه، کارا میکنیم، چیز نیست. بچه را زن داری؟ دو بچه را زن داری. آرزویت پوره شده؟ پوره شده. یگان باباجی است که علاقمند است که به خیر در سن کهنسالی حج بره. خودت آرزو رو نداری؟ من انشالله حج رفته بودیم، بازم میریم. باز آرزویت است؟ انشالله. بخیر بری، جور باشی. ما میخوایم بهترین آرزوی ما صلح آرامی مردم ماسته. ما میخوایم مردم آرام باشه، در یک فضای صلح آرام زندگی کنه. بهترین آرزوی ماسته. انشالله آرزویتان پوره میشه بایگا؟ انشالله، خدا مهربان است. پیروزی جوانای بخیر، جوانای ما درس بخونن، موفق میشه کشور از مو قد کشور مردم برابر باشد. یمی آرزوهای من، آرزوهایم که بخیر کمی مملکت ما گارامی بود، تمام چیز که اماد مثل مرد مثل دیگه مردم موری کشیدیم، این می دمو یک آرزوی پورا میشه بخیر، پورا میشه بخیر. خوشبختی جوان و خوشبختی مایه، آرامی مملکت ما، آرامی مایه، این می آرزوی می دیگه آرزو مو نداری. انشالله با آرزویتان بخیر برسید. تشکر. انشالله خدا، انشالله که تخت و بختی رئیس جمهور مو برقرار باشد، همینا یک سلو آرامی که داشته باشد، دمو یک آرزوی. آرزوی ما دیگه با صلح سراسری در افغانستان، یک اتحاد و اتفاق هم بستگی بین تماما اقوام افغانستان آرزوی ماست. آرزوی من است که من تحصیل بکنم، خدمت برای مردم بکنم، فقط با تمام وجودم، با تمام خونم خدمت برای ملت افغانستان، برای ملت رنجیده و غم دیده که بر طول 30 سال جنگ کردن، قربانی دادن، شهید دادن، برای مردم خود خدمت کردن. آرزوی دیرینه من است. بزرگترین آرزوی من است که من در زندگی خود کامیاب باشم در بخش، مثلا من چی میخوانم، پانتون میخوانم رشته طب.
دیگه میخوام دکتر موفق باشم که با جامعه خود خدمت کنم. دیگه میخوام یک دکتر چرا باشم که بسیار افغانستان دلش داری؟ بله ها. دل آرزوی بسیار بزرگ دارم فهمیدین. دیگه میخوام آرزوی پدرم است. پدر جان میخواد که یک دکتر باشم، دکتر بسیار لایق. هم آرزوی پدر جان پورا کنیم، هم آرزوی خدا. هم آرزوی خدا دیگه دام. هموطنان خود خدمت کنم. دیگه آرزوی ماست دیگه. ان شاء الله با آرزویت برسید. آرزوها باید در مسیر مثبت راهنمایی و کنترل شود. ما از جوانی که ناامید شده از پیش پرسان میکنیم که فرض مثال تو چه قدم هایی را به خاطر رسیدن با آرزوهایت برداشتی؟ درست است ممکن است در جامعه امروزه ما زمینه های کار، زمینه های رشد فکری، زمینه های ترقی و تعالی یک انسان بسیار محدود باشه، ولی به هر صورت باید انسان ناامید نشه. همین ناامیدی است که مانع بزرگ در راه رسیدن به آرزوهای جوان ها میشه. جوان های ما اکثر رسیدن به آرزوها را از طریق منفی بافی میخواین به دست بیارن، از طریق مایوسیت، از طریق حتی گریان کردن، در خود فرو رفتن، گوشه‌گیری، انزوا، فرار از محیط از وطن، چنانچه ما و شما دیدیم که پارسال به هزاران جوان ما در راهی رسیدن به اروپا یا دنیای ایدئالشان در آبها غرق شدن، در راهها کشته شدن، نابود شدن. ولی این راهی رسیدن به آرزوها نیست و در اونجا هم که میروند یک محتاج یک لقمنان هستن که اگر او هم به شکل بسیار مشکل کار پیدا کردن بیافرن. آرزو باید از همینجا جوانای ما در راهی رسیدن به آرزوهایشان بسیار منطقی و بسیار استوار و با امید به فرداها قدم بگذارن، مایوس نشن، ناامید نشن. به قول شاعر میگه به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. اگر تو تغییر نکنی در خود، اگر تو تغییری مثبت در خود نبیاری، تمامی گوشه دنیا که بری نمی آسمان است نمی زمین. کدام بهشتی موعودی در این گوشه دنیا وجود نداره. فقط خود شما است، خود انسان است که خدا به زاویه های خوشبختی و به درجه های خوشبختی میرسانه. فقط خداوند برات میگه که ما تمام امکانات در زندگی در زمین برات بارور ساختیم، در فضا، در بحر، همه گیره برات مسخر ساختیم. تو از توانایی کار بگیر تا که به آرزوهایت برسی. اما که تو خواه کنی، تو خیال پلاو بزنی، تو گوشه گیری کنی، تو انزوا، تو جگرخون شوی، بالاخره نه تنها به آرزوهایت میرسی بلکه تنی خودم، وجودی خودم از بین میبری. تشکر است. تشکر است. سلامت باشید. بخیر باشید. تشکر.